سلام به عشقای دلم، امیدوارم حال دلتون خیلی 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 خوب باشه. یه تشکر ویژه دارم از یه تعداد بچه ها از داخل یوتیوب اومدن داخل تلگرام، با هم صحبت کردیم، دیگه خیلی خوشحال شدم و منو خیلی شرمنده کردم با صحبتاشون. خلاص خیلی خوشحال شدم دیگه. الان میگید این پشت چیه؟ من امروز میخواستم اتاقم رو تمیز بکنم، بعد گفتم که اول اتاق ریخت و پاشم رو نشونتون بدم بعد تمیز بکنم. کلن هفته یه بار من خونه کلن اتاقم رو تمیز میکنم، خورد خورد دیگه، چون کمکی ندارم، دست تنهایی مجبورم که یه روز اتاقم رو تمیز کنم، یه روز اتاق علی و عرفان رو تمیز بکنم، نیلوفرم که مال خودش رو تمیز میکنه، یه روزم حال طبقه بالا رو. بعد یه چیزی دیگه بهتون بگم، خدا بیامرزه همه رفتگان و مادرها پدرها اونایی که رفتن و خدا رحمت بکنه، انشالله اون پدر مادرهایی هم که هستن خدا سلامتشون بکنه، سایهشون مستدام باشه. مادر خدا بیامرزه من که روحش شاد، همیشه من میگفتش که شرور اول باید حتما غذات آماده باشه، بعد بری سر وقت کار دیگه، که کار تموم شد خیالت راحت باشه غذات آماده است. منم گوش کردم دیگه، گفتم قبل از اینکه اتاق رو تمیز بکنم برم اولیه غذای خیلی ساده درست کنم که اون غذا رو با شما به اشتراک بذارم، بعد بیام سر وقت اتاقم. حالا گفتم قبل از که اتاقم رو تمیز بکنم شما اولین اتاق رو ببینید چه ریخت و پاشه، بعد تا که غذام که آماده شد بیام اتاقمو بهتون نشون بدم که چجوری تمیز میکنم، چون اتاق بزرگه، بعد یه خود تمیز کردنش طول میکشه دیگه، اول گردگیری کنم و بعد جارو کنم و دوباره تی بکشم دوباره جارو بکنم، تخت و مرتب بکنم. حالا بهتون نشون میدم الان اتاق. خب این اتاق منه، بعد میگم همه جا ریخته و پاشیده است، باید تمیز بکنم دیگه. اینجا لباسای اتویی خیلی مونده، اینم که رو تختی، بعد این که اینجا که اصلا نمیرم، اتاق رختکنمونه، یه کوچولو فقط نشون میدم چون یه خورده ریخته و پاشه. بعد دیگه اینم که حمومه، اینم یه نیم دایره ای نشونه دادم دیگه، اونور نمیرم که باید تمام اینا گردگیری بشه تمیز بشه. بعد دیگه در و پنجره ها هر هفته باید شسته بشه. این پنجره ها کلن 5 تا پنجره دارم اینجا، اینجا هم یه دونه ایوونه که فردا باید شسته بشه، فردا نه همین امروز، ببخشید امروز باید شسته بشه تا بعد برم سر وقت اتاقای دیگه. یه روز امروز اتاق من، فردا هم اتاق علی عرفان و با حال بالا. ببینید چقدر ریخته و پاشیده تا فردا، تا امروز. ببخشید اینقدر دوست دارم تون تون کارا رو بکنم، عجله‌ایم، هی کلمه ها رو پس و پیش میگم، من شرمنده. خب این از اتاق ریخت و پاش من. حالا ما میریم آشپزخونه. امروز میخوام یه بورک که با مرغ چرخ کرده درست بکنم که سریع و زود آماده بشه، بریم که درست کنیم. خب عشقای دلم، من گفتم اول بیام یه غذای آماده بکنم بعد برم سر وقت تمیز کردن اتاق، و دیدم این بورک از همه چی برای من بهتره، راحت تره. خب من پیازداغ انجام دادم، خرد کردم، نگینی، مرغ چرخ کردم ریختم. من فقط به خاطر بابای بچه ها مرغ چرخ کرده ریختم، خودم عاشقشم. بعضی وقتا میگم بذار گوشتم قاطیش کنم، ولی خب از وجدان میگیرم دیگه، یعنی خب میخوره
نخواد فشارش میره بالا، چربیش میره بالا، درست نمیکنه. بعد ادویه فعلا من نمک زدم با فلفل، زردچوبه نمیزنم چون طعمش توی بوریک خوب نمیشه. قارچ خورد کردم، قارچو میریزم هر چقدر که دوست داری. حالا من یه نسبه ریختم و میشه یک خود بسیار کنم. اینقدر عجله دارم برای تمیزی، باید برم بالا. سبزیجات ذرت و نخود و حدید از این قوطی ها من میگیرم، آماده راحت میگیرم داخلش. بعد فلفل رنگی زرد و قرمز و نارنجی، این هم یه مقداری میریزم. سیر، عشق من این سیر هم میریزم. یعنی اگر دست من باشه ها همه چی من سیر میریزم، اون وقت دوست دارم. این مقدار تفت میخوره. بعد از این که تفت دادم درخشایی خود جمله ها رو من پس و پیش میگم، به خاطر این که فکرم به اتاقه که من هفته یه بار میگم طبقه بالا رو که تمیز میکنم، سعی میکنم از روی قبلش غذا آماده کنم، ولی چون از روی قبل غذا آماده نکردم مجبورم که الان آماده کنم. این چاشنیش پودر آبیشن هم بریزین عالی میشه. من هرچی گشتم یه بار دیگه هم ببینم ببینم پودر آبیشن دارم. پودر آبیشن دارم این هم ترجیح میکنم خودم. خب پس من همیشه بهتون گفتم من همیشه توی آشپزی ریسک میکنم، میخوام این دفعه خامم بریزم ببینیم چجوریش. خیلی من تو آشپزی ریسک میکنم، این هم خوبش یا خوب میشه یا نمیشه دیگه. الان بعضی ها میپرسن که اینا چیه، این بطری هایی که من گذاشتم دم ظرفشویی چیه؟ شستمشون دراشون میبستم. این برای میخوام مربای توت فرنگی درست بکنم، برای شربت توت فرنگی. امروز قرار بود برای من بیارن، سفارش داده بودن، زنگ زدن گفتن که نشد فردا، حالا دیگه فردا باید مربا درست کنم، بعدا تستش رو بهتون میدم. خوب نشد بهتون میگم، خوب نشد درست نکنم. با بقیه قارچ هم میریزم. قارچ رو میذارم آب بشه، بعد برم سر وقت برید. ببینید سر وقت برید میاد، سر وقت پیچیدنش. من همیشه از این خمیر میگیرم، خمیر روشکا، از این میگم 95-90 خیلی خوبه، نسبت به اونهای دیگه خیلی خوبه. یه مقداری من پنیر پارمسان هم میرسه. اگه بد شد بهتون میگم خدا وکیلی، میدونی که من روک میگم. اگرم خوب شد که بازم بهتون میگم. بعض پنیر خامه ای هم داخلش میگیزم، به من نریختم. پنیرم کم من وقتی که یکی دو روز مونده به تمیزی خونه، یعنی مثلا سه شنبه و چهار شنبه که خونه رو تمیز میکنم، دیگه
پنج شنبه بود، جمعه شنبه دوباره یه گردگیری یه تمیزی میکنم، دیگه دست به خونه نمیزنم، میگم خب میخوام دو روز دیگه دوباره تمیز کنم دیگه. من اینجوری امانت شما رو نمیتونم. خب یه مقداری از این یه تست بگیرم ببینم چجوری شده. به خدا خوشمزه شد. نگم چقدر این خوشمزه شد. خب یه مقدار نمکش کنم. من دیگه اینو خاموشش میکنم، یه جمع جور بکنم دوباره برگردم. عزیز دلم، من مواد آماده کردم. بعد پیچم داخلی این هم تا همه دیگه بلد الان این باقید این که بگیم ما بلد. این خمیر بعضی ها روی خمیر رو رومال میکنم با تخم مرغ و شیر و روغن، ولی من رومال نمی کنم، من رو ساده میپیچم و برمیدم. مایه رو میریزم اینجوری، دوبرش رو به این صورت میخوابونم، بعد میپیچم اینجوری. من امروز وقت دکتر دارم، ساعت 6 و 6 و نیم باید مطب باشی، چون خیلی سراغ دکتر شروع به با اینا، برای خاطر کتفم چون 30 جلسه هم فیزیوتراپی رفتم خوب نشد، بعد الان زده به زانو. بریم ببینیم دکتر چی میگه. موقعی که خدا بیامرزه مادرم بود هی میگفت نکن، اینقدر کار نکن، اینقدر خودشیرینی نکن، برای بعضیا هی گوش نکردم، خودمو کشتم، الان باید بکشم، حقمه. چقدر گفت نکن، هر چقدر محبت بکنی فایده نداره، نکن. کو گوش شنوای من، خودمو داغون کردم، آخرم هیچی به هیچ بدهکارم شدم. خدا از من به شما نصیحت نکنی، واقعا میگم اگه واقعا لیاقتشو دارن خانواده همسر همه کار بکنین، نکنه محبت میاده دیگه، مال من محبت دادم محبت نگرفتم، همه چی یه طرفه بود. بعد چی دیگه، خلاصه از من به شما نصیحت نکنید. خدا سن نکن، جونتونو بذاریم فقط برای بچه هاتون. بسن خلاصه بریم ساعت 6 میان تا 11 طول میکشه دیگه، کارامو انجام بدم و بریم ببینیم چی میگه این دکتر. اگه عمل بخواد که میرم برای عمل، و اگه نه که چی شاله که عمل نمیخواد. من اینا رو همینجور میپیچم بعد سرخش میکنم. عزیزای دلم، این روغن رو ریختم، گذاشتم که یه مقداری داغ بشه، بعد فلوکارو بزنم داخلش و سرخ. حالا بعضیا
رژیم الان نمیتونن روغن بخورن و از این چیزا. داخل سینی چیز کاغذای روغنی نسوزا میذارن و بعد روش رو رومال میکنن با تخم مرغ، بعد کنجد رو هرچی که دلشون خواست میریزن. ولی من تو خیلی دوست ندارم، میگه سرخش میکنم. خب دونه دونه سرخ میکنی که باید برم اتاقم رو تمیز بکنم. اینو سرخ میکنم میذارم کنار، برم دنبال کار و زندگی خودم. یاد نهارشو بخوره بود نمیده نهار خوردن. من این دارم صبح یه چایی هم برای خودم بریزم و برگردم. عشقای دلم، من اوریکا رو صبح کردم، جاتون خیلی خالیه، ولی خب چون خیلی داغه نمیتونم الان تست کنم. من گفتم برم بالا اتاقم رو تمیز بکنم دو ساعته، بیام پایین، بعد بوریکا رو یه دونه بوریک تست میکنم. بعد من عادت دارم میگم بالا پایین، ببخشید دیگه وقتی نیام بگین که آی این داره پوزی در میکنه و از این چرت و پرتا که اصلا من اهلش نیستم. بچه ها فقط مواظب باشین اینو که سرخ میکنی روغنش خیلی داغ میشه. الان دستای من تاول زد، نمیدونم چرا. بعد روغن ریخت رو دستام. بگذاریم، من برم اتاق رو تمیز میکنم، میام اینو تست میکنم. من شمارم با خودم میبرم. خب عشقای دلم، بوریکا رو سرخ کردم، اومدم بالا. ساعت 6 وقت دکتر دارم، 6 تا 6 شد. گفتم تا اون موقع من یه ترتمیزی بکنم این اتاقه که بقیهش هم بذارم برای فردا، یعنی اتاقای دیگر بذارم برای فردا. بعد گفتم که این ویو خونرم نشونتون بدم، یه سریال بود پای تخون بود ویورره، این ویورره هم نشونتون بدم. یه توضیح خیلی کوچیکم راجع به یه میز هست اینجا، اونم بهتون بگم جریانش چیه. یه همین دیگه، من دوربین رو بردارم که بهتون نشون بدم. بعد شویه از این چیزا هست اینجوری میکنن، بعد همه جا تمیز میشه. کاش همیشه همیشه اینجوری بود، یه اینجوری که یه بشکر میزدی همه جا تمیز میشه. خب نیست دیگه، من نشونتون میدم، بعد یه بشکر میزنم اونه تمیز میشه. بریم بیرون. خب میخواستم توضیح که بدم، ببخشید این دستمال گردگیری و با شیشه پاک کنه. این میز مال من نیست، مال اسمشو نیاره، که اگه میبینه اینو یا اگه فامیلا دوستی میبینه میخواد بیاد اینو برداره بره، که فردا دوباره همین برای من حرف و نقل نشه. اینو به صورت امانت اینجا گذاشته بود که بعدم بگیره ببره با خودش. حالا هر کی میشنوه بیاد ببره که فردا نگن که میلیاردی بود و فلان و از این حرفا، که اصلا حوصله ندارم. میایم اینجا. این قالی رو من برای داداشم گرفتم که میرم لندن براش ببرم، و این سوغاتیاشونه که شالا به امید خدا ویزام آماده شه باید براشون ببرم. یه سری چیز میزای ناقابله خیلی براشون گرفتم، و اینم قالی که این وقت بگین اینا چیه و تو فیلم و اینا بهتون بگم. خب من این ایوون رو فقط با اجازه آمیز زدم تشتم کنید درم. این ویو تراس منه اینجا بیشتر خونه ها ویلاییه. دیگه اینجا هم که همه جا به هم ریخته است که من اینم که رینگ لایت یعنی شش میکنم، اینم که رخکنه و هموم و همه جا ریختم به هم.
یعنی که لباس اتوییه بتونم اتو میکنم، نرسیدم اتو نمیکنم، میذارم برای فردا حالا یا پس فردا. همین دیگه، این برم نشون نمیدم چون خورده به هم ریخته است، این قسمت رو نشون میدم، برم که ملافه های تخت و همه رو درارم و برگردم. عشقای دلم، کارم تموم شد، همه جا رو تمیز کردم، رو تختیرم که رو تختیایی که نمیشه داخل ماشین انداخت، خیلی اشتباه کردم که خریدم، ولی خب انداختمش توی وان، لگد ایستادم که دو دفعه هم از اون بیفته. بعد الان بهتون نشون میدم، تمیز کردم، شستم، رفتم، الانم که دیگه برم تا یه رو بیشتر فرصت ندارم که آمادشم برم دکتر. بعد ببخشید اگه خود نامرتب هم عیبی نداره، اتاقو نشونتون بدم و برم. عشقای دلم، این ملافه ها رو عوض کردم، مرتب کردم. من همیشه یه لحاف هست میندازن روی تخت، لحاف تخت رو دیگه چون هوا گرم میشه برش میدارم، دوتا از این چیزا میذارم، اسمش چیه؟ ملافه های نخی، چون خیلی گرمه دیگه. بعد دیگه همه چی رو مرتب کردم، منظم برم. اینم که همون رو تختی از شستم آبش بره، بعد دیگه اینجا هم که رخکنه مونه، اینجا هم تمیز کردم، مرتب منظم کردم. بعد دیگه پنجره ها هم که شستم تمیز شد. همیشه میشورم، مخصوصا این بالاها رو، من خیلی حساسم که دیگه گرد و خاک نباشه. دیگه این پنکم اسپلیت ندارم، کولرم که کلم دریچه رو بستم به خاطر سوسک، بعد فعلا یه پنکه میذارم فعلا تا بعد یه دونه اسپلیت بتونم بخرم. دیگه همین. خب عشقای دلم، خیلی دوستتون دارم، خیلی ممنون که تا الان با من بودین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، تا ولای بعدی خدا نگهدار.